سلام خدمت همه رفقای عزیز و نازنین، من مهدی چاوشی هستم و به اولین جلسه کلاس نکته و تست دیون زندگی من خوش آمدید. خیلی مخلصیم بچه ها، امیدوارم که سال 1401 رو خیلی خفن شروع کرده باشید و کلی اتفاقات خوب در این سال برای شما بیفته. خیلی خوب، اول از همه سوالی که اینجا جایزه اینه که کلاس نکته و تست چیه؟ به درد چه کسایی میخوره و قرار درش چه اتفاقاتی بیفته؟ زمان برگزاریش کیه و کسی که توی این دوره هستش چه امکاناتی در اختیارش قرار داده خواهد شد؟ بچه ما توی کلاس نکته و تست قراره که هم درس بدیم، هم تست حل بکنیم و هم کنکور 1401 رو پیش بینی بکنیم. در وهله اول شما یک جزوه ای دارید که این جزوه تمام رنگیه. قسمت اولش اینه که یه متنی داره، یه خلاصه درس خیلی خیلی مشتی داره که در واقع توی یک ورق A4 پشت و رو من اومدم 4 درس رو دستبندی کردم. همونطور که میبینید درس 1 و 2 سال دهم که امروز بررسی خواهیم کرد، نکات خلاصه، آیات شماره بندی شده است. انتهاش جا برای معنی آیه گذاشتیم که خیلی توام نره، جا باشه که یک جزوه خوشگل رو شما بنویسید. بعد از اینکه آیات ما معنی کردیم، میریم سراغ تست کده، یعنی میریم سراغ بررسی 50 تست استاندارد و شناسنامه دار و آپدیت. این خیلی مهمه، یعنی اول از همه تست مشخصه از کجا آمده، واسه چه سالیه، واسه چه موقعیه. دو مثلا تست های سخت و مفهومیه، یعنی اینکه تستی که شما هر 4 گزینش ارزش بررسی کردن داره و با بررسیش به خیلی از نکات میرسید. سنجش 1400 رو داریم، کنکور خود 1400، گاج 1400، یعنی سوالات آپدیت و قشنگ جوندار رو به درد بخوری. اوکی، پس این سوال جواب داده میشه که این دوره به درد کی میخوره. این دوره به درد همه میخوره. اونی که صفره میاد درسنامه میگیره، بررسی میکنه. اونی که متوسط نیاز به تست داره، تست داده میشه. و اونی هم که احساس میکنه درصدش خوبه میتونه با برنامه من مرور بکنه. حالا برنامه ریزی ما چه شکلی خواهد بود؟ یعنی تاریخ برگزاری دوره ها چه ساعت و چه موقعی هستش؟ اول سن بچه ببینید، ویژه تمامیه در واقع میشه گفتش که بچه ها هست، ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان، چقدر هم جوانتر بودم، واسه همه است. یعنی اینکه آقا انسانی ها چی میشن، هنر چی، همه به درد همه میخور. زمان برگزاری دروس پایه، دقت کنید، دروس پایه 5 از 18 فروردین ماه که امروزه شروع میشه تا 22 اردیبهشت ماه. 1, 2, 3, 4, 5, 6 توی این 6 کلاسه من پایه رو بهتون درس میدم و دیگه هیچ مطلبی از در واقع میشه گفتش که پایه براتون باقی نمیمون. خب بعد چه اتفاق میفته؟ همونطور که شما میدونید، شما در تاریخ دوشنبه 2/3 یعنی 2 خرداد امتحان نهایی دارید، درسته؟ 2 خرداد امتحان نهایی، دوشنبه. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه کاری کردم که دیگه تو اصلا دغدغه نهایی و دغدغه 12 نداشته باشی. روز قبل شما اگر کلاس نکته و تست رو ثبت نام بکنید، شرکت در کلاس شب امتحان برای شما رایگان میشه. شب امتحان نهایی داریم، روز قبل امتحان نهایی، صبح 9-12، 1-4 یک کلاس شب امتحان داریم که همه مطلب رو میایم میگیم. خب ما برای اینکه توی این امتحان نهایی 12 رو آماده باشیم، کلاس نکته و تستمون رو میندازیم جمعه و شنبه، 1-5-12 رو میریم جلو با 6-10-12 تستی میخونی، تشریح با من کار میکنی، بعد میریم سراغ امتحان نهایی. ساعت اینها هم دوباره 8:30 شب هستش، اما حواستون باید جمع باشه.
ساعت شب امتحانتون ممکنه که یه ذره عوض بشه. پس ببین یه برنامه ریزی خیلی خفن که تو با یک سرعت منطقی هفته 4 درس دین و زندگی رو از وسط فروردین تا انتهای اردیبهشت یعنی به مدت 1.5 ماه میتونی تموم بکنی. اینه که میگم وجود یک همچین کلاسی به درد آدمایی میخوره که حتی دغدغه صد زدن دارن. حله. پس این برنامه ریزیتون. پس اونایی که دو به شک کرد آقا آیا ما کلاس رو بیایم کلاس رو نیایم، کلاس به دردمون میخوره به دردمون نمیخوره، دقیقاً پاسخ به سوالشون رو بنده خدمتتون دادم. این کلاس به درد همه میخوره. خب ما هر جلسه جزوه رو بهتون زودتر میدیم و این جزوه به احتمال خیلی زیاد یک آزمونی هم ازش برگزار خواهد شد. یعنی یه آزمونی من میگیرم که شما میتونید قبل از اینکه بیای سر کلاس آزمونا رو جواب بدی و خودت رو بسنجی. یعنی که آقا مثلا من به خودم چند چندم، مثلا میتونم سوالو جواب بدم، میتونم سوالو جواب ندم یا امسال هم، یا جزوه زودتر بهتون میدم که شما بتونید قبلش پاسخ به سوالا رو داشته باشید. خب شروع کنیم به درس دادن. یه قسمتی هم خب خود درسنامه ایه که من مینویسم براتون و میتونید استفاده چی بکنید. بچه نگاه بکنید، درس شماره یکتون با این صحبت شروع میشه که آقا خدا کیست؟ میگیم خداوند خالقی است حکیم. یعنی من میگم کسی که میخواد خدا باشه باید حکیم باشه. حکیم بودن خدا به چه معناست؟ اصلا حکیم کیه؟ میگیم حکیم کسیه که هر کاری که میکنه حقه، هر کاری که میکنه هدفمنده، هر کاری که میکنه غایتمنده. پس ببین خالق حکیم کسیه که حق، هدفمند، غایتمنده، یعنی همه کاراش برای یک داستانیه، برای یک موضوعیه. یعنی هر کاری که انجام میده نه عبثه نه بیهوده است و نه باطل. ببین یعنی چی؟ یعنی این خدایی که من دارم درباره صحبت میکنم خالق حکیمه. ویژگی های خالق حکیم رو اینجا بهت گفتم. یعنی چی؟ همه این جملات با همدیگه قرابت داره. یعنی شما هر آیهی که توش باطل و عبث و امثال و هم دیدی برمیگرده به حکمت خدا، به هدفمندی خدا. دوباره بگم آقا خدا من برای یه هدفی آفریده، اما یه داستانی وجود داره. من میخوام درباره ویژگی های این هدف صحبت بکنم. خب چیزی که واضحه اینه این هدفی که من دارم حرف میزنم بین انسان و سایر موجودات قاعدتاً تفاوت داره. یعنی هدف من صرفاً با هدف بز و خیار متفاوته. اونا یه هدفی دارن، من یه هدف دیگه ای دارم. چرا؟ میگیم به سه علت. علت شماره 1، حرکت ما اختیاری است اما گیاهان به صورت طبیعی، حیوانات به صورت غریزی به سمت هدفشون حرکت میکنه. پس اولین تفاوت اینه، حرکت من به سمت هدفم کاملا اختیاری، یعنی حال میکنم میرم سمتش، حال نکنم هم نمیرم. اما گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سمت هدفشون حرکت میکنن. این نکته اول. دو، متنوع بودن استعداد. آقا من سرشار از استعدادهای متنوع هستم. و سه، بی نهایت طلبی. میگم آقا من روحی دارم که در هیچ جا متوقف نمیشه، برخلاف گیاهان که آقا مثلا درخت 5 به نهایتا رشد میکنه، بیشتر از اون نمیره. پس من به این نتیجه رسیدم که آقا بین انسان و موجودات تفاوت به سه علت. علت اول، بابا هدف من به سمت هدفم حال بکنم میرم، اونا نه، طبیعی، حیواناتم غریزی میرن. من استعدادهای متنوع دارم، استعدادهای عجیب غریب دارم، در صورتی که اونا کلا یه استعداد بیشتر ندارن. سه، من بی نهایت طلبم، من به یه جای حرکت میکنم که اصلا متوقف نشم.
بعد یه چیز دیگه، آقا بین خود این انسان، بین من با شما هم تفاوت وجود داره دیگه. چه تفاوتی وجود داره؟ میگیم ببین این تفاوت به خاطر بینش و نگرش خاص ماست. یعنی همه افرادی رو هم که ما داریم میبینیم به خاطر بینش و نگرش خاصشون هدفشون متفاوته. اما اینو یادت باشه، اینو یادت باشه، من کلن همین هدفی که دارم میبینم دو نوع هدف وجود داره. اولیش برمیگرده به چی؟ هدف پایان ناپذیر. دومیش میشه هدف پایان پذیر. ببین هدف پایان ناپذیر، هدف پایان پذیر. هدف پایان ناپذیر میشود اهداف اخروی، پایان پذیر میشود اهداف دنیوی. حالا من میگم یه آدمی دارم که این آدم بهش میگن زیرک. این آدم چی کار میکنه؟ اهدافش جامعه، یعنی هم اخروی و هم دنیوی رو لحاظ قرار میده. این خیلی مهمه، یعنی هم اخروی هم دنیوی. ما به این آدم میگیم آدم زیرک، آدم زیرک و هوشمند، هم دنیوی هم اخروی. حالا من این سوال دارم، آیا ما جامع‌تر از خدا داریم؟ جامع‌تر از خدا هست؟ نه. پس میگیم آدم زیرک و هوشمند کسیه که خدا رو به عنوان هدف اصلیش قرار میده. این درسی بود که تو باید الان بخونی. حالا میریم سراغ جزوه. درس اول دهم. درس اول دهم با یه آیه شروع میشه. یعنی اصلا ابتدا به ساکن شما یه آیه دارید میبینید. و ما خلقنا سماوات و الارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق. معنیش آسمان ها و زمین و آنچه بین آن است را بازیچه خلق نکردیم و آنها را جز به حق نیافریدیم. دوباره معنیشو بدیم. آسمان ها و زمین و آنچه بین آن است رو بازیچه نیافریدیم و آنها رو جز به حق خلق نکردیم. بریم سراغ مفاهیمش. اول سر بچه‌ها خلق نداره، پس میشوند توحید خالقیت. حالا اونایی که بلدن میدونن توحید خالقیت هر جا ریشه از خلق دیدیم میشه توحید خالقیت، که ما بزودی میریم جلو. لاعبین، بازیچه نیافریدیم. لاعبین، بازیچه نیافریدیم یعنی چی؟ یعنی عبس نبودن. و آنها رو جز به حق خلق نکردیم. این حق همون بحث هدفمندی نظام آفرینش بر اساس حکمت الهی. یعنی آقا من دارم میگم همه رو به حق آفریده. چرا؟ چون خداوند حکمت دارد. بعد ادامه ماجرا، ما یه حدیثی از حضرت علی داریم که این حدیث در ابتدای خطبه ها بیان می شد. ابتدای خطبه ها چه مفهومی بیان می شد؟ بحث هدفمندی نظام آفرینش. ببین هیچ کس بیهوده آفریده نشده. آها، چون میگم بیهوده آفریده نشده است، این بیهوده نبودن هم اشاره به حق بودن نظام آفرینش داره، هم اشاره به حکمت خدا داره. ببین میگه هیچ کسی بیهوده آفریده نشده، پس این دوتا با هم دیگه قرابت داره. تا خدا سرگرم کارهای لهو و لعب کند و او خود را به خود وا نگذاشته تا به کارهای لغو و بیارزش بپردازد. این لغو و بیارزش همون مصداق لاعبینه. خدا ما رو برای بازیچه نیافریده که، یا
گرفتی چی شد؟ پس حواست باشه. اول از همه این برمیگرده به چی؟ این برمیگرده به هدفمندی نظام آفرینش. ببین لاعبین، حق، بیهوده، حکمت، همه اینها برمیگرده به حق بودن نظام آفرینش. رواله حق بودن نظام آفرینش ناشی از حکمت خداست. خب اینو گفتیم. حکیم کیه؟ حکیم یعنی کسی که کار بیهوده انجام نمیده. پس این دوتا تعریف کاملا با همدیگه منسجم و منظمن، حکیم و حق بودن. تمام موجودات هم بر اساس برنامه حساب شده به جهان گام گذاشتن. این برنامه حساب شده یعنی همشون غایتمندن، همشون هدفمندن و هر کی که میاد با هدف. شاخصه اصلی یک نظام هم هدف و غایتشه. درسته. تفاوت انسان با سایر مخلوقات که ما بررسیش کردیم الان دیگه، گفتیم مثلا چی به چیه. اولیش شناخت هدف و حرکت به سمت اون. ما به سمت هدفمون به صورت اختیاری حرکت میکنیم، در صورتی که چی بود؟ گفتم الان دارم برات مینویسم، گیاهان لطف میکنن به صورت طبیعی میرن جلو، حیوانات به صورت غریزی میرن جلو. اینو حواست باشه، حیوانات غریزی، گیاهان طبیعی. دومین تفاوت متنوع بودن استعداد هاست. ما سرشار از استعدادهای متنوع و متفاوتیم و آخرش هم بی نهایت طلبی، یعنی ما هیچ جا متوقف نمیشیم. این تفاوت کی با کی بود؟ این تفاوت انسان با موجودات بود. درسته؟ اما یه بحثی هم داریم، میگیم اختلاف در هدف انسان‌ها ریشه در دیدگاه و بینششون داره. هر کسی با نگاه و بینش خاص خودش به سمت حرکت میره. میان نوع آفرینش خدا و هدف قرار داده برای ما تناسب وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی ابزار رسیدن به موفقیت در اختیار انسان میباشد. هدف دنیایی برای رسیدن به خوشبختی در آخرت ضروری و واجب است. حالا تو میخوای هدفی انتخاب بکنی که این هدف کامل باشه. بچه این خیلی مهمه، معیار هدف کامل. یعنی من وقتی میگم یک هدفی کامله که این دوتا ویژگی رو داشته باشه. چه دوتا ویژگی رو؟ استعدادهای متنوع من رو دربر بگیره، دو بی نهایت طلبی ما رو دربر بگیره. یعنی میگم آقا این هدف من زمانی اوکیه که من بتونم هم متنوع بودن استعدادهام رو بررسی بکنم، هم بتونم بی نهایت طلبیم رو اقناع بکنم. آباریکلا حله. پس این میشه هدف کامل. اما حواست باشه رفیق، اینو اشتباه نکنی ها، یه سرم هدف جامع. پس من یه حرفی دارم هدف کامل، یه حرفی دارم هدف جامع. این هدف جامع. انسان زیرک کیست؟ انسان زیرک کسیه که با یک، پس هایلایت، انسان زیرک با یک تیر چند نشون بزنه، یعنی با انتخاب خدا به عنوان هدف بقیه اهداف در کنار رو قرار بگیرن. هر چقدر این هدف بزرگ ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و اراده محکم هم میخواد. یعنی هر چقدر هم میگی که آقا این کار خیلی خوبه، این کار خیلی به پیشرفت انسان کمک میکنه، اینه که تو آدم زیرکی باشی، حواست باید باشه همت بزرگ و اراده محکم هم از تو طلب میکند. خیلی خوب، حالا بریم سراغ آیه. آیه دوم، من کان یرید ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا ول آخره. معنیش چیه؟ معنیش هر کس خوبی دنیا را میخواهد، خوبی دنیا و آخرت نزد خداست. هر کس خوبی دنیا و آخرت را میخواهد، خوبی دنیا و آخرت نزد خداست. بچه‌ها تو این کادرا که آیه بندی شده، من یه تکنیکی دارم به اسم تکنیک اسمگذاری آیه. ما میایم میگیم آقا شما بیا مهمترین نکته یک آیه رو، مهمترین حرف یک آیه رو اسم اون آیه بذار که با دیدن اون آیه یاد اون نکته بیفتی. مثلا آیه شماره یک رو ما میذاریم آیه حق یا آیه حکمت، یعنی یادآور حکمت خداست.
آیه شماره 2 رو ما می‌ذاریم آیه زیرک، چون نشون دهنده آدمی که با یک تیر چند نشون می‌زنه. ببینید نگاه بکنید. من کان یرید ثواب دنیا. ببین اگر ثواب دنیا رو می‌خوای، دنیا چی بود؟ اهداف پایان پذیر. فعند الله ثواب دنیا و آخره، اهداف پایان ناپذیر. میگه اگر در واقع میشه گفتش که خوبی دنیا آخرت رو میگه، همش پیش خداست، نشوندنده اهداف پایان ناپذیره دیگه. بعد بچه ها از یه طرفی هم این آیه با ابیاتی که با ای شروع میشه قرابت داره. ابیاتی که با ای شروع میشه، هیچ جای کتاب هم نیست، ابیاتی که با ای شروع میشه. ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. هر چیزی که با ای شروع میشه نشون دهنده این آیه است. اوکی، بعد من یه حرف دیگه زدم. گفتم آقا شما کیو باید به عنوان هدف اصلیت انتخاب بکنی؟ خدا. به خاطر همینه که میگی قل ان صلاتی نسکی محیایی و مماتی لله رب العالمین. چون خدا هدف جامعه منه، چه حرفی میزنم؟ بگو نمازم، دعایم، زندگی و مرگم برای پروردگار جهانیان است. اصلا میگه بگو همه زندگیم برای پروردگار جهانیانه. میشه دوباره چه آیه‌ای؟ میشود دوباره آیه زیرک. چرا؟ چون میگیم آقا این اومده گفته آقا خداوند هدف جامعه منه. ببین انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی، یعنی اومده گفته آقا ای خدا تو هدف اصلی من تو زندگی، همه کارام، نمازم، دعام، زندگی و مرگم برای خداست. این للهی که اینجا دارید میبینید هدفمونه، این هدف اصلیمونه. خب انتهای درس شماره یکتون که الان ما بهش رسیدیم، سه تا آیه فارسی شده وجود داره که این سه تا آیه فارسی شده دوتاش خیلی مهمه، یعنی این دوتا تست قطعی کنکور امساله، یعنی حواست نباشه دستت رفته، فوق‌العاده حائز اهمیت. اوکی نگاه کن، ببینید این دوتا آیه هر کدوم از دو قسمت تشکیل شدن. دقت کن، هر کدوم از این دوتا آیه از دو قسمت تشکیل شدن که این دو قسمتی که تشکیل شدن یه قسمت خوب داره یه قسمت بد. ببین فقط زندگی زودگذر دنیا رو بخواد، اون مقدار که بخواییم میدیم، بعد با خاری و سرفکندگی وارد دوزخ میکنیم. خب ببین این میشه قسمت بد ماجرا. هر کس زندگی زودگذر دنیا رو بخواد، زودگذر دنیا رو بخواد، اون مقدار که بخواهیم بهش میدیم، پس آن مقداری که بخوایم بهش میدیم تو دنیای زندگی دنیایش اینطوریه، بعد با خاری و سرفکندگی وارد کجا میکنیم؟ دوزخ، نه برزخ. اوکی این میشه قسمت بد ماجرا. قسمت خوب ماجرا چیه؟ میگیم اگر آخرت رو بخواد تلاش بکنه مؤمن باشه بهش ما پاداش میدیم. پس شرط پاداش دادن در آخرت اینه که آخرت خواه باشی، تلاش بکنی، مؤمن باشی، پاداش میگیری. ببین قسمت بد داره، قسمت خوب داره، قسمت بد داره، قسمت خوب داره. حله. خب یه آیه دیگه داریم، آیه رو نگاه بکن. مردم گفتن خدای در دنیا نیکی کن تو آخرت بهره ندارن، اما اگر بگن در دنیا نیکی عطا کن تو آخرت نیکی مرحمت فرما بهره دارن، خدا هم سریع الحسابه. ببین دوباره قسمت بعد ماجرا، اگر فقط نیکی دنیا رو بخوای فقط بهره نداری، اما اگر دنیا رو بخوای آخرت هم بخوای بهره داری. ببین این دوتا سبزا شبیه همن، این دوتا زردا شبیه همن،
جایی که سوالات خفن کنکور سراسری بحث میشه. پس هیچ وقت این دو تا رو با هم دیگه اشتباه نگیم. حالا برای اینکه رمزگذاری بشه چطوریه؟ زود گذر خاری دوزخ، زود گذر خاری دوزخ. اینطوری یاد بگیر. آقا این که من بگم فقط دردون نیکی عطا کن بدتره، یا بگم فقط زندگی زودگذر دنیا رو میخوام، خب دومی دیگه زندگی زودگذر دنیا رو خواستم بده دیگه، به خاطر هم که با خاری وارد آخرتت میکنه. اینجا هم خیلی مهمه، آخرت رو بخوای تلاش بکنی مؤمن باشی پاداش میگیری، اما اگر فقط بگی در دنیا آخرت نیکی عطا کن بهره داری. اینم مهمه، صفت سریع الحساب بودن خدا رو اینجا میبینی. این یک، گزینه یک، گزینه دو، گزینه سه، گزینه چهار تا به اینجا. در کدوم یکی از آیات زیر سریع الحساب بودن خداوند رو میبینیم؟ میشه گزینه شماره چهار. آنچه به شما داده شد کالای زندگی دنیا است و پیش خداست بهتره. بهتره منظورمون لهی الحیوانه، اونی که تو درس چهار رو میخونیم. اینا کالای زندگیه، یعنی لهو و لعبه. اینا حواستون باشه. ببین دقیقا اینجا تقابل بین اهداف پایان، این زردا میشه اهداف پایان ناپذیر، این سبزه میشه اهداف پایان پذیر. خلاصش میگه اهدافی رو انتخاب کن که جامع باشه نه کامل. خیلی خوب، درس یک رو زدیم، پودر کردیم، همونطوری که دارید میبینید تمام نکاتش رو گفتیم. میریم درس دوی سال دهم. بچه ها ببینید درس دوی سال دهم برمیگره به چه موضوعی؟ درس دوی سال دهم، مگه من این همه درس اول هی نگفتم نمیدونم هدف بگیرید، هدف خوبه، هدف اله. آقا من اگر میخوام به هدفم برسم نیازمند ابزارم، من بدون ابزار که نمیتونم به هدف برسم. مثلا هدف شما تو کنکور صد زدن دینیه، ابزارتون چیه؟ صد زدن دینیه، ابزارتون چیه؟ مثلا جزوه منه، هدف ابزار. اصلا من میگم بین خلقت خدا توازن وجود داره، تناسب وجود داره، یعنی اگر هدفی رو قرار میده ابزار رسنش رو به ما میده. خب دقت بکنید، من مگه نگفتم ابزار؟ خدا به من 6 تا ابزار داده. دقت کنید، خدا به من چند تا ابزار داده؟ 6 تا ابزار. ابزار رسیدن به خدا، یعنی ابزاری که باعث میشه تو به خدا برسی. چه چیزی باعث میشه تو به خدا برسی؟ خوب دقت کن. 1 عقل، 2 اختیار، 3 فطرت خداجو داخل پرانتز معرفت، 4 گرایش به نیکی، 5 نفس لوامه، خط تیر وجدان، خط تیر سرزنشگر، اینا همشون یکیه. 6 هدایت الهی، یعنی خداوند برای رسیدن به خودش این 6 تا رو در وجود من قرار داده. عقل فکر کنم، اختیار انتخاب کنم، 3 فطرت داشته باشم، 4 به خوبی گرایش داشته باشم، 5 نفس لوامه داشته باشم و 6 هدایت الهی. اینا ابزاری هن که باعث میشن من به خدا برسم. اوکی، خب حالا اینجا نگاه بکن. میگم نه تنها خداوند در وجود من اومده ابزار قرار داده، خدا یه زمانی هم هست برای من مانع هم قرار میده، یعنی برای این که منو بسنجه در مسیر من مانع هم میذاره. میگیم ما کلن دو نوع مانع داریم، یه مانع داریم که این مانع درونیه، یه مانع داریم که این مانع بیرونیه. ما به مانع درونی میگیم داداشم نفس اماره، به مانع بیرونی بهش میگیم شیطان. درسته؟ حواست باشه نفس اماره تعبیرش
دشمن ترین دشمنه. تعبیر شیطان دشمن آشکاره که تو دین و زندگی دوازدهم خوندیم. حواست باشه نفس اماره میاد ما رو از چی باز میداره؟ از عقل و وجدان. شیطان میاد ما رو از پیامبران باز میداره. این حواست باشه تفاوت بین نفس اماره و شیطان، یا همون دشمن درونی و دشمن بیرونی. پس من میخوام به هدفم برسم، یک سری موارد میخوام. اولین نکته، اولین گام برای حرکت در مسیر قرب الهی شناخت انسان، سرمایه‌هاشه و موانعشه. پس نگاه کن، چون میگم اولین گام شناخت انسانه، شناخت انسان به همین باب میشود سودمندترین دانش. اوکی، پس حواست باشه من میتونم قشنگ بنویسم خودشناسی میشود سودمندترین دانش. دارم درباره خودشناسی صحبت میکنم دیگه، اما حواست باشه خداشناسی که شما تو درس 1-12 میبینید میشه برترین عبادت. پس برترین عبادت میشه خداشناسی، سودمندترین دانش میشه خودشناسی. سرمایه های انسان، یعنی من میخوام حرکت کنم برم به سمت هدفم یا همون خدا برسم، چه سرمایه های خدا در اختیار من قرار داده؟ دقت کن، اولین سرمایه عقل، تفکر، اندیشیدن و تشخیص مسیح. راه پیدا بکنم دیگه، عقل داده دیگه. ببین چی میگه. میگه آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا میخواندید آنها به مسخره میگرفتن. نماز نه ها، نماز ها، روزه نه ها، حواست باشه. چرا؟ چون گروهی هنگه تعقل نمی کنه. یعنی تو اگر تعقل نداشته باشی، فکر نکنی، مردم دارن نماز میخونن مسخره شو میکنه. دو، اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکنیم تو کجا نبودیم؟ دوزخ. پس گوش شنوا داشتن و تعقل کردن نشون دهنده چه عملیه؟ در دوزخ نبودن. اینو حواست باشه اشتباه نکن. و هر چیز دیگه که ریشه در عقل و تفکر داشته باشه، نشون دهنده سرمایه تفکرمونه. هر جا اندیشیدن، تفکر، تعقل، تدبر، تذکر. ببین حتی همین آخر همین درس قبلی، آیا نمی اندیشید؟ نشون دهنده سرمایه عقل ماست. هر جا بس ریشه درباره عقل و این داستانا بود، برمیگرده به سرمایه تعقل ما. واضحه. دو، اختیار، برگزیدن راه و مسئول سرنوشت قرار دادن. یه آیه معروف داریم، انا هدیناه السبیل اما شاکر اما کفورا. معنیش چیه؟ معنیشو بنویسیم ما هم دیگه. ما راه را نشان دادیم، میخواهی شکر کن، میخواهی کفر ببرد. اسم آیه چی؟ آیه اختیار. ما راه را نشون دادیم، میخواهی شکر کن، میخواهی کفر ببرد. یعنی واضحاً این آیه همونطور که دارید میبینید و خیلی هم معروفه، نشون دهنده همون بحثه، اختیار در وجود انسان. حالا بچه ها، بین مورد شماره 3، 4 و 5 یه رابطه علت و معلولی داریم که خیلی مهمه. سرشت خداشناس یا همون معرفت، یعنی در هر چیزی خدا رو ببینید. یه بار دیگه بگم، یعنی در هر چیزی خدا رو ببینید. خوب دقت کن، این در هر چیزی خدا رو دیدن رو بهش میگن معرفت. 3 جا هم ترکیب داره، 2:10، 1:12 و 4:12. اوکی، ابیاتش و مفاهیمش رو میخوام برات بنویسم. پس آقا هر زمان، ببین، هر زمان
خدا را دیدن می شود بحث معرفت. کجا داریم؟ 2:10، 1:12، 4:12 ابیاتش دارم می نویسم. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. بعدی، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. بعدی، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. بعدی، دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. بعدی، هیچ چیز را ندیدم مگر خدا را، قبل از آن، بعد از آن، یا با آن دیده باشم. بعد ختم خودتونید. هر چیزی رو دیدم، هر چیزی رو نگاه میکنم خدا رو ببینم. همه ابیات، همه آیات و همه احادیثی که به این قضیه ربط دارن با هم قرابت دارن. ابیاتشو من نوشتم، مثلا برگ رختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. میگه در هر چیزی نگاه میکنم خدا رو میبینم. توی کتابتون نیومده ولی ممکنه سوال بدن. این هم نشون دهنده که من در هر چیزی که ببینم خدا رو ببینم. خیلی خوب، این هم هستی. خب یه حرف قشنگ دیگه بزنم. بچه ها، سرشت خداشناس یعنی من در هر چیزی خدا رو ببینم. من وقتی در هر چیزی خدا رو میبینم، پس در واقع به خوبی ها گرایش دارم. چون هر چیزی رو میبینم خدا رو میبینم، پس به خوبی ها گرایش دارم. چون به خوبی ها گرایش دارم، پس اگر کار بدی بکنم خودمو سرزنش میکنم، نفس سرزنش کر. اوکی، افزایش معرفت. هیچ چیز رو ندیدم مگر خدا رو قبلش، بعدش یا همزمان دیده باشم. 4، گرایش به نیکی. از بدی ها دوری میجوه و خوبی ها رو دوست داره. دوست داشتن فضیلت های اخلاقی و دوری از چیچی های اخلاقی، رذیلت های اخلاقی. چه آیه‌ای داریم؟ آیه شماره 5، و نفس ما سواها فلهمها ما فجورها و تقواها. معنیش، نفسی که سامان داده شد و بدی و خوبی به آن الهام شد. اسم آیه چیه؟ آیه خوبی ها. میگه نفسی که سامان داده شد بهش بدی و خوبی الهام شد. ببینید الهام شدن رو کجا داریم میبینی؟ اینجا.
سواها فلهمهما، جفتشون هم نشون دهنده توحید ربوبیت. فجوره ها یعنی بدی، تقوا ها یعنی خوبی، یعنی هم بدی و هم خوبی به ما الهام شده، اما به خوبی ها گرایش داریم. چون به خوبی ها گرایش داریم پس به نفس سرزنشگرمون هم میرسیم. یعنی اگر گناه بکنیم خودمون رو جیز میکنیم، میگیم ای بابا چرا گناه کردیم. گرایش به خوبی ها باعث میشه در مقابل گناه واکنششون بدیم و در صدد جبران باشیم. بچه ها دقت کنید، نفس سرزنشگر شما همون وجدان شماست. ولا قسم به نفس لوامه، معنیش چیست؟ معنیش قسم به نفس سرزنشگر. اسم آیه چیه؟ آیه لوامه، چون اشاره به نفس لوامه مون داره. خب یه حرف دیگه من اینجا بزنم بچه ها، خیلی مهمه. توی متنتون خب شیش هم که میشه هدایت الهی و همون پیامبران و کتاب راهنما، هر جا که هدایت عامی که وجود داره این هدایت خاصه، یعنی خداوند میاد ما رو به صورت خاص هدایت میکنه به وسیله کتاب و پیامبران، که البته تو کتاب درسیتون دیگه سوال آنچنانی ازش طرح نمیشه. بچه یه حرف حفظی من براتون بنویسم اینجا، من فکر میکنم امسال تو کنکورتون ممکنه بیاد، به نظر من ممکنه بیاد، پس حواست جمع باشه به این نکته که دارم میگم. کتابتون میگه عقلی که با دور اندیشی ما را از خوشی زود گذر منع می کند و وجدانی که با محکمه اش ما را از راحت طلبی باز می دارد. بچه ها ببینید این تیکه خیلی مهمه، هم میتونم به صورت آیه‌ای ازش سوال بهتون بدن، هم به صورت حفظی. مثلا به هم میگم یه کدام یک از آیات زیر اشاره به سرمایه داره که ما رو با دوراندیشیش از خوشی‌های سودگذر منع می‌کنه، یا کدام یک از آیات زیر اشاره به سرمایه داره که با محکمه‌اش ما رو از راتلی باز می‌کنه که میشه وجدان. بچه به نظر من این ممکنه امسال سوال بیاد، پس حواست جمع باشه که خدا نکرده اشتباه چی نکنی. خب بله بریم ادامهش. خب موانع رسیدن به قرب الهی، آها دارید هم نرفته، اینم بهتون بگم بچه ها، بین مورد شماره 3 4 5 علت و معلول وجود داره. خب خیلیتون تو علت و معلول مشکل دارید، من علت و معلول یه بار برای همیشه اینجا توضیح بدم که ما دیگه به مشکل و داستان و امثال هم نخوریم، این نگید آقا چی شد، علت چیه، معلول کیه فلان. بچه ببینید، من در نظامی زندگی میکنم که ما به این نظام میگیم نظام علیت. علیت یعنی چی؟ علیت یعنی برای هر معلولی که اتفاق میفته یه علتی داریم، برای هر پدیده یک علتی داریم. معانیشون چیه؟ میگیم علت یعنی چرایی، معلول یعنی نتیجه، علت یعنی متبوع، معلول یعنی تابع، معلول یعنی مولود، علت یعنی مولد، چیزی که باعثش شد. اما اینا رو ولش کن، چرا خودتو گیج میکنی؟ نمیدونم مولد قبل مولد چی اومده، بعد فتح چی اومده، پس کجا اومده فلان. دو تا نکته میگم، این دو تا نکته رو حواست جمع باشه برای پیدا کردن علت و معلول. علت دو نقطه، یک از نظر زمانی ابتدا رخ میدهد. یعنی چی؟ بچه ها شما اول گشنتون میشه یا اول غذا میخورید؟ اول آب میخورید یا اول تشنتون میشه؟ اول تشنتون میشه، تشنگی علت دیگه، اونی که از نظر زمانی ابتدا افتاده است میشود علت. بچه دقت کنید، از نظر زمانی ها، مثلا من آب خوردم، تشنم بود آب خوردم، این از نظر جمله‌ای فرقی نمی کنه تو کدوم اول بود، زمانش کدوم اول بوده. این یه نکته. نکته دوم، اسماء خدا
همیشه علتند. مثلا دین و زندگی 12:1 انتم فقرا والله هو الغنی الحمید. غنی الحمید میشه علت، خدا بی‌نیازه میشه علت. پس برای پیدا کردن علت به این دو تا نکته توجه کن. اول از همه علت از نظر زمان ابتدا رخ میده، دو اسماء خدا همیشه علتند. خیلی خوب، 3-4-5 هم دقیقا شما دارید همین قضیه علت رو معلوم میبینید. چون به خدا گرایش دارم، اول کدومه؟ اول من به خدا گرایش دارم، به خاطر همین به خوبی گرایش دارم. حالا چون به خوبی گرایش دارم، به خاطر همین از بدی بدم میآید. و اما موانع رسیدن به قرب الهی، دو چیز باعث میشه که ما به قرب الهی نرسیم. نفس اماره، عامل درونی که به لذت‌های زودگذر ما رو دعوت میکنه، از عقل و وجدان ما رو باز میداره، دشمن‌ترین دشمنانه. شیطان عامل بیرونی، اجازه نفوذ خودمون میدیم، سوگند فریب انسان رو خورده، خودش هم گفته خدا به شما وعده حق داد، من به شما وعده دروغ دادم، امروز خودتونم سرزنش کنید، نه من رو. جلوش می‌نویسم شیطان میشه دشمن آشکار. اما راه‌های شیطان، شیطان چه راه‌هایی رو برای ما و برای گول زدن ما قرار داده، که این خیلی نکته مهمیه. بچه‌ها ببینید، شیطان دو تا سه تا آیه اینجا داریم می‌بینیم. شیطان با دو چیز، شراب، قمار. شراب، قمار پس واسه شیطانه. دشمنی ایجاد می‌کنه تا دو تا اتفاق بیفته، از یاد خدا و از نماز ما رو باز داره. یاد خدا نماز ما رو باز داره. دو زینت جلوه دادن گناه برای گناهکاران. آقا وقتی که گناه میکردی زیبا جلوه میداد، خوشگل جلوه میداد این گناه. سه زینت جلوه دادن اعمال زشت برای پشت کنندگان به حق. این پشت کنندگان به حق کسایی هن که ایمان آورده بودن به دین اسلام، بعد به دین حق پشت کردن. چرا؟ میگیم به دو علت: یک، زینت دادن اعمالشون، دو، با آرزوهای طولانی اینا رو گول زده بود. این دوتا خیلی مهمه، این دوتا هست که باعث میشه انسانی که به دین حق ایمان آورده جزو مسلمینه به حق پشت کنه و دیگه جزو مسلمین نباشه. دوتا چیز، زینت جلوه دادن اعمال و فریفتن با آرزوهای طولانی. ببین چقدر قشنگ شد این دو صفحه، دو صفحه که نه، دو درس. اینطوری همه این نکات رو اینجا میگیم و پودر میکنیم. خب وقت هر چیزی باشه، وقت تست زدن، تست کده. بریم سراغ تستا. خوب دقت کن، میخوام تست بذاریم عشق بالی. دو، تست کنکور سال 99 بود. علیت رو بذار کنار، آنچه که سبب واکنش آدمی در برابر گناه زشتی میشه نفس لوامه. علتش چیه؟ گرایش به نیکی. از کجا برداشته میشه؟ و نفس ما سباها فلهمه هم و فجورها و تقباها. دو میشه چهار. پنج، آیه حق و هدفمندیه. پس من باید یه سی درباره حق و هدفمندی باشه. حق تعالی انسان ارزش بسیار داده و در آسمان برتری داده، ربطی به حق نداره. میان هدف انسان و موجود تفاوت بسیار وجود داره که به ویژگی های خاص انسان برمیگرده، میتونه درست باشه. حیوانات و گیاهان به صورت غریزی غلطه، حیوانات غریزی بود ولی گیاهان طبیعی بود. چهار، زندگی دونه جز بازیچه نیست، اصلا درباره هدفمندی صحبت نکرده. پس پنج میشه دو. شیش، تست قشنگیه، همین الان بهتون گفتم. زود گذر، خاری، دوزخ. چه دوزخ؟ دوزخ اخروی، حواست باشه. پس یا دو یا چهار. زندگی دنیایشون چطوریه؟ گفته بودیم خدا بهره بهشون میده هر چقدر که دلشون بخواد. خدا هر چقدر دلشون بخواد بهشون میده، ولی اون دنیا با خاری و سرفکندگی وارد میشه. تست هفت، تست فوق العاده قشنگه، درباره در واقع میشه گفتش که سنجش 1400. شناخت اولیه، خداوند برای شناخت اولیه. بچه شناخت اولیه اینه که من در خودم نگاه میکنم، خدا رو میبینم.
پس یا دو یا چهار، شناخت عمیق‌تر. تو میخوای عمیق‌تر شناخت پیدا کنی، فکر کنی عمیق‌تر خدا رو پیدا میکنی دیگه. تعقلی زر عقل داشته باشید، میفهمید که قطعا خدای وجود داره. پس هفتم میشه دو. بعدش میریم سراغ تست شماره 11. تست خیلی خیلی قشنگیه، تست خیلی قشنگیه. ببینید چی میگه. میگه قل ان صلاتی نسکی محیای و مماتی لله رب العالمین. چه مواردی هستش؟ زندگی و مرگم همش برای خداست. اولیش بهره‌مندی از نعم الهی فقط در سایه تقرب خداوند و در سایه بندگی خدا به دست میاد. یعنی من میخوام از نعمت خدا بهره‌مند بشم، باید حتما مثلا به خدا ایمان بیارم. واسه کسایی که ایمان ندارن بهره‌مند نمیشن. چرا دیگه؟ پس غلطه. گاج 1400 ها. تو فقط در حالی از نعمت خدا بهره‌مند میشی که به خدا تقرب داشته باشی، اینا ربطی نداره. پس اونی که علفه میپره، علفه میپره. بعد میای اینجا نگاه کن، تست دادن دارم یاد میدم. میای میگی جیم تو دوتاش هست، پس جیم قطعا درست هست. جیمو بررسی نکن، وقت تو از بین نبر. اما چون بحث نکته تست، من جیمو بررسی کنم. برنامه زندگی اعم از دنیوی و آخروی بعد بحث رضایتمندی خدا باشه، لله رب العالمین. پس جیم قطعا درسته. حالا به هر موجودی بر اساس برنامه قایتمند به این دنیا اومده، درسته، ولی خب ربطی به این نداره. دال روح بی‌نهایت طلبی آدم جز با سرمنشأ خدا لله رب العالمین آرام نمی‌شود. پس جواب میشه جیم و دال. بچه حواستون باشه، گزینه باید انتخاب کنی که ربط داشته باشه. 12 دوزخ خاری سرفکندگی. دوزخ خاری سرفکندگی. هر کس زندگی تو گذر دنیا رو بخواد با خاری سرفکندگی واردش میشه. 12 میشه 3. 14 اولین گام برای حرکت در مسیر اصلیمون چی بود؟ شناخت انسان. اول خودت رو باید بشناسی. به خاطر همین خودشناسی سودمندترین دانش. دوباره اینجا بنویسم، خودشناسی چی بود؟ برترین عبادت. برترین عبادت. این هم از این. خب بعد تست 16، هیچ کس بیهوده آفریده نشده است. خب بچه ها ای مردم، هیچ کس را به خود وار نگذاشته. درباره هدفمندی نظام آفرینش بود. خداوند ما رو جز به حق خلق نکرده. 16 میشه 3. تست شماره 17 همون آیه بود که بهتون گفتم. هر چه آیه دیدید که با ای شروع میشه نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده انسان زیرکه. هر چی که با ای شروع میشه نشون دهنده انسان زیرک. هدف بزرگ به همون اندازه که زامن خوشبختی ماست، اراده محکم میخواد، میتونه درست باشه. انسان‌های هوشمند با برگیری از عقل خود هدف انتخاب میکنه که کامل‌تره. آها غلطه. هدف این انتخاب میکنه که جامع‌تره. نزدیک به تقرب به جنس خدا مکان و ظاهری نیست. یک تقرب حقیقی ربطی نداره. انسان با طلب و طلبی به دنبال هدف متناسبی که بتوان انسان نه ربطی نداره. هدف زیرک، آدمیه که اهدافش جامعه و برای رسیدن به اونها باید هر کاری هم انجام بده. 17 پس میشه گزینه شماره 1. 18 خیلی قشنگه. مطابق با آیت قرآن کریم فریفته شدن با آرزوی طولانی نتیجه کدوم عمله؟ تو زمانی با آرزوی طولانی گول میخوری که از هدایت الهی روی گردانده شوی، یعنی مرتد باشی. پس 18 میشه 2. بعضی رو 4 گیر میکنن، در نزد مردم نه، در نزد خودشان. می اومدن اعمال زشتشون رو پیش خودشون زینت جلوه میدادن. 19 قشنگه. میگه اگر با سعدی علیه رحمه هم آوا شویم. بچه ها دوست نزدیکتر از من به من است. همش داره میگه من هر جا نگاه میکنم خدا رو میبینم، خدا رو میبینم، خدا رو میبینم. با کدوم سخن علی ابن ابی طالب قرابت داره؟ هیچ چیز رو نگاه نکردم مگر خدا رو قبل و بعدش ببینم. علت سرزنش گرایش به انسان به نیکیه، عاملش ولی نفس لوام است. پس 19 هم میشه 1. این هم از این. 20 فراوان بودن استعدادهای مادی و معنوی انسان. بچه دقت کنید، درباره متنوع بودن استعدادها داره صحبت میکنه ها، درباره متنوع بودن استعدادهاست. اینو خیلی حواست جمع باشه. اوکی
چه نتیجه داره؟ یک، نوع نگاه و اندیشه که موجب سیراب شدن روی بینای طلبی میشه، مثلا بینای طلبی میپره. دو، حرکت حیرت انگیز به سمت کشف اسرار جهان، یعنی بینای طلبی. پیگیری هدفهایی که بتونیم توانمندیامون رو به اوج برسونیم، یعنی متنوع بودن استعدادها. توانمندی یعنی متنوع بودن استعداد دیگه. چهار، انتخاب هدف پایان‌ناپذیر که در سرحد رشد کم متوقف کنه، که اینم بی نهایت طلبی میشه. پس 20 هم میشه بعد 3. بعدش بریم سراغ تست شماره، عرضم به خدمت شما که درنگ، آهان، 33. ویژگی مشترک شیطان با نفس اماره چیه؟ دوتاشون به گناه دعوت میکنن. کی ما رو از وجدان باز میداره؟ نفس اماره. 33 هم میشود 4. اوکی، 33 هم میشود 4. بعد 35 تست خیلی قشنگیه. یکی از عوامل انحطاط، انحطاط یعنی نابودی آدمی، که در بیان روایت به عداوت یعنی دشمنیه، حد اکثری، دشمنترین دشمنان شده کیه؟ نفس اماره است. درسته؟ نفس اماره ما رو از چی باز میداره؟ از سرزنشگر درونی. یعنی چی؟ نفس لوامه، از سرزنشگر درونی. بعد به چه امری ما رو معترف میسازد؟ دوست نزدیکتر از من به من، از خداوند در کنار ما. 35 هم میشه 2. 36، در میان دوزخیان نبودن منوط به چیست؟ مشروط به چیست؟ گوش شنوا و تعقل. این سرمایه چگونه انسان از خوشی منع میکنه؟ با دوراندیشیش. خیلی قشنگه. 36 میشه 1. 37، دو طریقی که با استفاده از آن شیطان افراد مرتد و پشت کننده به دین را فریب میدهد کدومه؟ زینت جلوه دادن اعمال زشت، با آرزوهای طولانی گول زدن. 37 هم میشه 3. سر همینه بهت میگم تستا تستای آپدیتیه. چرا؟ گاج 1400. اگر از ما بپرسن زیرکترین افراد جهان کیان؟ میگیم مؤمنان. چرا؟ چون نه تنها خدا رو به عنوان هدف اصلیشون انتخاب میکنن، بلکه یک کار میکنن از زندگی مادی معنوی هم استفاده بکنن. پس یعنی یا 2 یا 3. با یک دیر چند نشون زدن، نشون دهنده همون آیه من کارایورد صاحب دنیا بود دیگه، یعنی هر کس خوبی دنیا رو میخواد همه پیش خداست. 38 هم میشه 2. 39 که هیچی. 40 هم که بعدم میگیم. 41، همون که بهتون گفتم حواست جمع باشه. سریع اول حساب بودن خدا درباره اون کسی بود که میگفت تو دنیا نیکی عطا کن، تو آخرت هم نیکی مرحمت فرما. 41 هم خیلی تست مهمیه. خب 42، 43 که هیچی، 44 هم که هیچی. 47، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، نشون دهنده فرد زیرکه، نشون دهنده هدف جامعه، نشون دهنده ابیاتیه که با ای شروع میشه. هر کس خوبی دنیا رو میخواد، خوبی دنیا آخرت بشه خداست. با یک تیر چند نشون زدن، نشون دهنده افراد زیرک و باهوشه. من کاری رو صاحب دنیا، فندالله صاحب دنیا و آخره. 47 هم میشه 3. خداوند در ازای مطالبات کدام گروه میفرماید؟ آره قلم رو انداختم. پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، تو آخرت هم نیکی مرحمت فرما. چه چیزی عطا میکنه؟ میگه اینا از کار خودشون بهره دارن. مصداقش کیه؟ انتخاب اهداف جامع نه کامل. یعنی من هم دنیا دارم هم آخرت. من کاری رو صاحب دنیا، فند الله صاحب دنیا و آخره. 48 هم میشه 4. 49، تست قشنگه. مطابق آیت قرآن کریم با حفظ رتبه بهره‌مندی از نعمات اخروی. چه زمانی میگفت اینا تو آخرت بهره دارن؟ طلب انحصاری نیکی در آخرت غلطه. این خیلی تست قشنگیه. هم گفتش که چی؟ اگر بعضیا میگن هم در دنیا نیکی عطا کن هم در آخرت، اگر هم تو دنیا رو بخوای هم آخرت.
عدم بهره‌مندی طلب انحصاری نیکی در دنیا 49 هم میشه 4. اینم از بچه های عزیز، یک و دوی دهامو گفتیم با هم دیگه، تستاشو زدیم، فهمیدید که بررسی کردنش دقیقا به چه شکله. یه استراحت چند دقیقه با هم دیگه داشته باشیم، یه نفسی بگیریم و بعد دوباره شروع کنیم به درس دادن و 3 و 4 دهم هم بگیم و بریم ببینیم چه میکنیم. خیلی مخلصیم، تا چند دقیقه دیگه من میام. خب سلام مجدد، همونطور که در قسمت اول کلاس تشریف داشتید، 1 و 2 دهم رو گفتیم، بررسیش کردیم و تستاش هم زدیم، اصلا هیچی هم باقی نمید. الان میخوایم بریم درس 3 و 4 سال دهم رو با هم دیگه بررسی بکنیم. درس 3 سال دهم. بچه ببینید، این درس درباره چه موضوعی میخواد صحبت بکنه؟ ما میخوایم درباره این قضیه حرف بزنیم که اصلا آقا معاد وجود داره یا نداره. میگیم بله معاد وجود داره، در این شکی نیستش، قطعا هست. دوم از هم میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم آقا معاد یه عده یا معتقد معادن یا یه عده هستند که منکر معادن. پس من میخوام بگم آقا معتقد معاد کیه، منکر معاد کیه. این دوتا رو میخوام الان با هم یه تفاوتشو با هم دیگه بگیم. من قبل از اینکه برم سراغ حالا درس خلاصه نویسیش، اول اصلا درسش رو ریز بدم که اصلا متوجه درسش بشید. وجود انسان از بُعد روحانی و جسمانی تشکیل می شود. انسان دوتا بُعد داره، روحانی جسمانی. بُعد جسمانی در حال تغییر و دگرگونیه، سرانجام متلاشی میشه، تجزیه و تحلیل میشه. بُعد جسمانی متلاشی میشه، از بین میره جسمانی ما. بُعد روحانی نه، میگیم بُعد روحانی بعد از مرگ به فعالیت خودش ادامه میده، تغییرات داره اما متلاشی نمیشه، یعنی از بین نمیره. علت حیاتمونم بعد از مرگ به خاطر چیزی به اسم توفا که ما تو درس 5 دهم میخونیم. توفا یعنی دریافت تمام و کمال روح، اعتقاد در برابر زندگی پس از مرگ. ببینید بچه ها، ما 2 دسته اعتقاد داریم. اعتقاد اول میگیم آقا، میگیم معاد وجود دارد، در واقع میگیم معاد غروبی برای جسم بچه ها، نه برای روح. غروبی برای تنه، غروبی برای جسمه و طلوعی برای روح، طلوعی برای بُعد روحانی انسان، در واقع پلی برای ارتقا. پیامبر چی میفرماید؟ میفرماید برای نابودی و فنا خلق نشدید، برای بقا آفریده شدید. پس بقا میشود علت آفرینش، اصلا هدف از آفرینش ما بقاست. و با مرگ به دنیای دیگر می روید، پس پل ارتباطیه. یعنی از نظر پیامبر مرگ یک پل ارتباطیه که ما رو از دنیا به دنیای دیگه میبره. آیه 7 آیه به شدت مهمیه. و ما هازل حیات دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. میریم سراغ معنی آیه. میگیم این زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و زندگی آخرت زندگی راستین و حقیقی است. خب اسم آیه چیه؟ میگیم اسم آیه هست اصالت اخروی. چرا میگم اصالت اخروی؟ بچه ها دقت کنید، این آیه درباره قیاس دنیا با آخرت، یعنی میگیم دنیا چی آخرت چی. میگیم تو مقام قیاس دنیا با آخرت، آخرت بالاتره، آخرت مهمتره.
ببین تو خود آیه ببین چه اتفاق میفته، میگه ما هازل حیات دنیا الا لهون و لعب. این لهون و لعب میشود تعریف دنیا، خط تیره تعریف ملکی. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، این میشود تعریف آخرت یا تعریف ملکوتی. این تا به اینجا دیدی چی شد؟ میگه ببین دنیا بازی و سرگرمیه ها، اونور زندگی درست حسابیه. اما یه حرف قشنگتری هم اینجا وجود داره. این ماهازل حیات دنیا رو میخوام بالاش یه حرف دیگه هم بنویسم. زمانی دنیا بی ارزش است که در مقام قیاس آخرت باشد. میگه زمانی دنیا بی ارزشه، زمانی دنیا ارزش نداره که تو خودتو ناراحت بکنی که در مقام قیاس با آخرت باشه. ببین ما حاصل حیات دنیا لا لهون و لعب، زمانی میگه که در مقام قیاس با آخرت باشه، نه در همه حال، نه در همه شرایط. اوکی، بعد این که میگیم لحی الحیوان یعنی نعمت حقیقی، این خیلی مهمه بچه ها. ببینید یعنی نعمت حقیقی، یعنی نعمت اصلی ما اینجاست. یه آیه اینجا داریم، یه حدیث اینجا داریم، حدیث بسیار مهم. الناس نیامون فعضا ما تو انتبه. معنیش چیه؟ مردم خوابند بمیرند بیدار میشوند. مردم خوابند، وقتی بمیرند بیدار میشوند. اینی که من بهتون گفتم یه مفهوم فوق العاده مهم داره. چه مفهومی که الان باش کار میکنی؟ ببین با مرگ آگاهی بیشتر میشود. این خیلی نکته مهمیه بچه، یادتون باشه با مرگ انسان آگاهی انسان بیشتر میشه. مثلا میگه آگاهی ما چه شکلی؟ میگیم تو اگر بمیری آگاهیت بیشتر میشه، علمت بیشتر میشه. این خیلی مهمه. حالا نگاه کن یه نکته قشنگ دیگه تو همین حدیث وجود داره. الناس نیامون، مردم تو دنیا چطوری هن؟ نیامون خوابن، تست کنکور بوده. مردم تو آخرت چطوری هن؟ انتبهو، مردم تو آخرت تازه بیدار میشن، انتبهو میشن. اینو یاد باشه. یه مطلب دیگه داریم. باهوشترین افراد از نظر پیامبر، ببینید باهوشترین افراد از نظر پیامبر کسانی هستند که فراوان به یاد مرگن و بهتر از دیگران خود رو براش آماده میکنن. حالا 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 بچه ها دقت کنید، ببینید بحث انکار موت، بحث اعتقاد موت، من میخوام درباره این صحبت کنم. اگر میگم من معتقد معادم، این اعتقاد معاد شامل دو تا چیز میشه. تو اگر اعتقاد داشتی باشی به معاد، یک سری ثمرات داره. یک سری ثمرات تو ذهن اتفاق میفته، یک سری ثمرات تو عمل خودت میبینی. پس اولیش تو ذهن، دومیش تو عمل. ذهن چیه؟ ذهن یعنی این که شور دارم، نشاط دارم، انگیزه دارم، همت دارم، خسته هم نمیشم، خستگی ناپذیرم. شور، نشاط، انگیزه، همت، همه اینها تو ذهن تو اتفاق میفته. مصداق کدوم آیه میشی؟ مصداق آیه من آمن بالله والیوم الاخر میشی که الان ما با هم دیگه صحبتشو میکنیم. اوکی. اما اعتقاد بعدی تو عمل من اتفاق میفته. یعنی چی تو عمل؟ یعنی میگم فداکار میشم، شجاع میشم، دلیر میشم، به مقام عالی فداکاری میشم، به دفاع از حق میرسم. یعنی همشو تو عمل میبینی. مصداقش کیه؟ مصداقش امام حسین علیه السلام. مصداقش امام حسین علیه السلام. اوکی، این تا بچه.
زمانی هست تو منکر معادی، تو اصلا معاد رو زیر سوال میبری. این کسی که معاد رو زیر سوال میبره، انکار معاد اتفاق میفته. این انکار معاد سه دسته آدمه. دسته اول کیان؟ دسته اول منکر معاد، دسته اول فراموشی مرگ. آقا این آدم منکر معاده، خودش هم میزنه به فراموشی از مرگ، میگه اصلا من به مرگ فکر نمی کنم، آیا مرگ هست؟ اصلا مرگ اتفاق میفته. میگیم این آدم تو گرداب آلودگی ها میفته. یعنی کسی که میاد میزنه به فراموشی از مرگ، اصلا مرگ نیست، اصلا به مرگ فکر نمی کنم، تو گرداب آلودگی ها میفته. مورد دوم چیه؟ مورد دوم عدم فراموشی مرگ. یعنی مورد دوم آدمیه که نمیتونه به مرگ فکر نکنه، یعنی همیشه فکر مرگه، همیشه یاد مرگه، از طرفی هم منکر معاده. این آدم چه اتفاق میفته؟ همت نداره، بیماری روحی روانی داره، انگیزش از بین میده، اصلا حس حالم آشنا نیست. چرا؟ میشود برعکس معتقد یک. این شور داره، این شور نداره، این نشاط داره، این نشاط نداره، این انگیزه داره، این انگیزه نداره، همت داره، همت نداره، خسته میشه، خسته ناپذیر، بیماری روحی روانی داره، گوشه گیری میکنه، افسردگی داره. این دقیقا برعکسشه. بعد ممکنه بگه آقا چه کسی برعکس این آیه است؟ کسی که منکر معاده، مورد شماره دوه. حالا یه دسته سوم منکر معادم دارم. این کیه؟ چه جالب، معتقد معاده. آخه مگه میشه معتقد به معاد؟ بله. میگیم به خاطر فرو رفتن در هوس، یک دو معبود قرار دادن دنیا، رفتارش و عملش هیچ فرقی با منکر معاد نداره. پس من بحث اعتقاد و انکار معاد رو الان اینجا براتون کاملا بررسیاش رو انجام میدم. حالا تو خود درس، اعتقاد معاد پیامد، یک ایجاد شروع نشاط و انگیزه برای فعالیت. هیچ فعالیت انسان بدون پاداش نمیمونه، انرژی داره، همت داره و از کارهاش هم لذت میبره، همون چی گفتم. مثالش کدوم آیه است؟ من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. معنیش بچه ها چیه؟ معنیش هر کس به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، نه میترسد و نه ناراحت است. اوکی، اسم آیه چیه؟ اعتقاد یک. از اسمشو گفتم اعتقاد یک. بیا اینجا، بیا اینجا، نگاه کن، نگاه کن. اول از همه آیه سه تا علت داره، آیه سه تا علت داره. من آمنم به الله یک، یوم الاخر دو، عمل صالح سه. این سه تا میشود علت ماجرا. حالا معلولش، ولا خوف علیهم با رنگ دیگه، ولا خوف علیهم یک، ولا هم یحزنون دو، میشود معلول ماجرا، میشود نتیجه ماجرا. یه چیز دیگه بچه ها، این ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این یحزنون ببین یعنی ناراحت نیست. این ناراحتی دقیقا برمیگرده به شور و نشاط و انگیزه و نشاط. حله؟ این سه تا، من آمنه بالله میشود توحید، یوم الاخرت میشود معاد، عمل صالح که عمل صالحه. اینو با حواس جمع باشه که لوازم ناراحت نشدن چیست؟ انجام حسنات. حالا بعدا تو دین و زندگی دوازدهم هم میخونیم که این عمل صالحه همون توحید عملیه. اوکی، دو برمیگرده به بحث عمل ما. انسان ترسی از مرگ نداره. حالا بریم تو عمل. انسان دیگه ترسی از مرگ نداره، آماده فداکاریه، آرزوی مرگ نمی کنه، عمر طولانی میخواد تا با توشه پرتر خدا رو ملاقات کنه.
به شجاعت میرسه، دفاع از حق و مظلوم هم براش آسان‌تر میشه. مصداقش کیست؟ حسین ابن علی. مرگ پلی است که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت، کرامت و بهشت پهناور عبور میدهد. پس چه کسی کراهت داره از زندان به قصر بره؟ حرف قشنگ بگم، حرف قشنگ بگم آقا، ساحل سختی دنیاست، لهو و لعبه. ساحل سعادت آخرته، لهی الحیوانه. دقیقا هم اتفاق میفته. زندان دنیاست، قصر آخرت. این رو پس حواس دون باشه. و اما منکر معاد، همینی که الان با هم کلی صحبت کرد، منکر معاد، نداشتن اعتقاد به روح انسان، یعنی منشأ این انکار معادشون اینه که به روح انسان اعتقادی ندارن، به روح اعتقاد ندارن. پیامداش اولیش فراموش کردن و غفلت از مرگ. کجا میفته بدبخت؟ تو گرداب آلودگی ها. یعنی اگر خودشو بزنه به فراموشی از مرگ، تو گرداب آلودگی ها میفته. دو، یه سری آدم داریم که نمیتونه به مرگ فکر نکنه، به یأس و ناامیدی مبتلا میشه، برای تسکین خودش هم از واقعیت فرار میکنه. به خاطر همینه که زندگی چند روزه دنیا براش بیارزش میشه. پس نگاه بکن دسته دوم کیا شدن؟ کسی که نمیتونه به مرگ فکر نکنه، به یأس و ناامیدی دچار میشه و مجبوره که سرگردونی خودش رو داشته باشه. و اما منکر معاد دسته شماره سوم، معتقد معادی که ایمانش به دلیل فرو رفتن در هوا و هوس و معبود قرار دنیا مهمه، ضعیف شده. نه این که ایمان نداره، ایمانش ضعیف شد. آیه شماره 9 به شدت مهمه. و قالوا ما هیا الا حیاتنا دنیا نموت و نهیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم انهم الا یظنون. آیه شماره 9 رو بریم معنی شما بنویسیم. خب معنیش، گفتند زندگی دنیا جز همین زندگی نیست، همواره میمیریم و زنده میشویم و ما را گذشت روزگار نابود میکند. البته این را از روی علم نمی گفتند، فقط خیال ای چرا اینطوری میشه به نظرتون بچه ها؟ و فقط خیال و توهم آنان بود. این دابه اینجا اسم آیه چیه؟ اسم آیه هست آیه توهم. اسم آیه هست آیه توهم. معنیش رو با دیبید بررسی کنیم. گفتن زندگی دنیا جز همین زندگی نیست، همواره میمیریم و زنده میشویم. پس این نشون دهنده دیدگاه انکار معاده. و ما رو فقط گذشته روزگار نابود میکند. این دهر میشود عامل مرگ و میر. چی؟ روزگار. یعنی عاملی که باعث مرگ و میر میشه همین دهره، همین روزگاره. ما لهم بذالک من علم، از روی علم نمی گفتن. این می شود، این حرف رو ببین چی میشه. جهالت عامل انکاره. یعنی چون از روی علم نمی گفتن، پس نشون دهنده انکار کردنشون بوده. و اما یظنون، خیالشونه، توهمشونه، فکر اشتباهشونه. و اما یه نکته خفن بگم و درس سه تموم شه. خوب نگاه کن. میدونی طراحای تست کجا رو بهت گیر میدن و تو اصلا نمیفهمی؟ اینجا رو ببین. قالوا ما هیا الا حیاتنا دنیا، اینو کنارش یه منفی بذار. ما هذا الحیات دنیا الا لهو و لعب، اینم کنارش یه مثبت بذار. آهان، فهمیدی چی شد؟
ببین این اول شبیه همه ماها در حیات دنیا، این قالب بذار کنار، ماهی یا الا حیات دنیا، این دوتا شبیه همه. بابا اینو آدم خوبه داره میگه، این دیدگاه قرآنیه، این دیدگاه معتقد معاد، این دیدگاه آدمی که به معاد اعتقاد داره. این قالو ماهی یا حیات دنیا رو آدم بده میگه، منکر معاد کنارش منفی بذار. یادتون باشه اینجا این هیه ای که اینجا ضمیر مؤنثه دیگه، هیه چون برابر ضمیر مؤنثه یاد باشه منفیه دیگه، اوکی، چون معمولا زنا منفیه، این هیه برمیگرد به این قصی، اوکی. حاضر حیات دنیا میشه مثبت، ماهی حیات دنیا میشه منفی، اوکی. پس این از درس شماره سومتون بود. خب و اما و اما و اما درس چهار سال دهمتون، درس چهار سال دهم بررسی اونو میخوایم انجام بدیم. بچه ها مگه نمیگیم معاد؟ مگه نمیگیم معاد؟ من میخوام الان بحث معاد رو تو دو تا چیز بررسی بکنم. معاد میتونه باشه، معاد باید باشه. ببین پس دو قسمت شد، معاد میتونه باشه، معاد باید باشه. اونجا که میگم معاد میتونه باشه امکان معاده، اونجا که میگم معاد باید باشه ضرورت معاده. این دوتا رو حواست جمع باشه، اوکی. امکان معاد به سه علت، ببین من میگم شما میتونید موفق باشید، یه زمان میگم شما باید موفق باشید. پس دقت کن، میگم میتونید موفق باشید، باید موفق باشید، این دوتا فرق داره. اونجایی که میگم معاد با میتونید موفق باشید میشه امکان معاد، میگیم امکان معاد به سه علت. علت اول، امکان معاد بر اساس آفرینش نخستین انسان. میگیم آقا خود خدا یه بار ما رو خلق کرده، خب یه بار دیگه هم خلقمون میکنه. امکان معاد بر اساس زنده شدن مردگان، خیلی مهمه، زنده شدن مردگان. یعنی چی؟ یعنی من برمیگردم میگم آقا یه سری مثال ها وجود داره از اینکه آقا مرده ها دوباره زنده شدن، میشه امکان معاد. سه، رستاخیز طبیعت. رستاخیز طبیعت، اوکی. رستاخیز طبیعت یعنی اینکه آقا بحث معاد یک بار توی طبیعت اومده، شما میتونید امثالش رو ببینید. این بحث میتونه باشه است، این بحث امکانشه. حالا من میگم علاوه بر این که میتونه، یه قسمتی هم هست میگم باید باشد، این میشه ضرورتش. میگیم ضرورت معاد بر اساس دو صفت خداونده، اولیش ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی، دومیش ضرورت معاد بر اساس عدل الهی. اون جاهایی که درباره حکمت منظورمون چیه؟ منظورمون اون قسمتایی که برمیگرده به استعدادمون، برمیگرده به سرمایه‌مون، برمیگرده به تواناییمون. اونجایی که میگم عدل، برمیگرده به رسیدن استحقاقمون، رسیدن به لیاقتمون. اوکی، اینا بس میشود بحث ضرورت معاد بر اساس حکمت و بر اساس عدل الهی. حالا بیا تو خود درس. درس با یه آیه شروع میشه، آیه شماره 10 مون. الله لا اله هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. معنیش اینجا، اینم بیاریم اینجا بگیم معنیش. هیچ خدایی جز الله نیست و او شما را در روز قیامت جمع می کند، شکی در آن نیست و چه کسی از خدا راستگوتر است. چه کسی از خدا راستگوتر است. بچه ها اسم آیه چیه؟ اسم آیه قیامت، برای قیامت داره صحبت میکنه.
یه بار دیگه بیاد معنیشو من بهتون بگم. میگم هیچ خدایی جز الله نیست، تو روز قیامت ما رو جمع میکنه، چه کسی هم از خدا راستگو تره. مفاهیمش اول از همه اینجا که میگه الله و لا اله الا هو میشه توحیدمون، میگه هیچ خدایی جز الله نیست دیگه، پس این قسمت توحید ماست. حواس جمع. این که میگه لیجمعن نکم یعنی ما رو جمع میکنه، پس میشه توحید ربوبیت. این قسمت که میگه الهی عمل قیامت، خب نشون دهنده معاد دیگه، این که خدا ما رو جمع میکنه. یکی از دلایل اثبات وجود معادم اینه چه کسی از خدا راستگوتره، این میشود علت قطعی بودن قیامت. علت قطعی بودن قیامت نگه چه کسی از خدا راستگوتره. تست کنکور سال 97 هم بوده. اوکی، در قرآن به اندازه هیچ مطلعی به اندازه معاد صحبت نشده پس از یکتا پرستی، پس معاد دومی یکتا پرستی اول. دفع خطر احتمالی لازم. بچه این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده یک خبر نقلیه، یعنی اینکه خداوند داره نقلش میکنه. پیامبران راستگوترین مردمان بودن. امکان معاد چیه؟ امکان معاد یعنی حالتی که معاد رو از امر غیر ممکن خارج میکنه. یکی از دلایلی که تو میای معاد رو انکار میکنی اینه که قدرت خدا رو نمیشناسی، بعد میای معاد رو انکار میکنی. خب نمیشناسی میای انکار میکنی. خوب دقت کنید، الان همون ستا رو میخواییم بررسیش کنیم. اولیش چیه؟ اولیش میشود اشاره به پیدایش نخستین انسان، دومیش اشاره به نمونه از زنده شدن مردگان، و سومیش هم اشاره به نظام و مرگ و زندگی در طبیعت. اوکی، نظام مرگ و زندگی در طبیعت، این ستا میشود بحث امکان معاد. خداوند قادره، برای ما مثال زد در حالی که آفرینش نخستین خودش رو فراموش کرده بود. آفرینش نخستین توحید خالقیت، گفت کیست که این استخوان‌های پوسیده را دوباره زنده کند. بچه ها من یه حرفی میخوام بهتون بزنم، خیلی خفنه، اما بهش میرسیم بعد میفهمی من چه نکته بهت گفتم. اینو خط بکش، استخوان پوسیده. بگو همان خدایی که برای نخستین بار آفرید و خدا به هر خلقتی داناست. اینم خط بکش، الان بهت میگم چه خبره. خدا به هر خلقتی داناست. پس اشاره به پیدایش نخستین انسان، توش باید دو تا نکته حواسم باشه. تو اشاره به پیدایش نخستین انسان، اینکه خدا من اول ما رو خلق کرده، استخوان پوسیده خیلی مهمه، دانایی خدا هم خیلی مهمه. من برای اینکه این نکته رو بهتون یاد بدم، میام اینجا این حرفو اینجا می‌نویسم براتون. ببین، با رنگ زرد استخوان پوسیده میشود آفرینش نخستین. استخوان پوسیده میشه آفرینش نخستین. دو، اشاره به نمونه های از زنده شدن مردگان. توش تو چی رو میبینی؟ نمود محسوس‌تری از قدرت خدا رو میبینی. مثل کی؟ مثل خر عزیر پیامبر. داستانش اینطوری بود. آقا شما یه در واقع میشه گفتش که کسی بوده، یه پیامبر بود به اسم عزیر پیامبر، از یه دهی داشت رد میشد، دید همه چی خرابه فلان، به خودش گفت خدای قیامت چطوری میخوای ما رو زنده کنی؟ این به یه خوابی فرو میره، بیدار میشه این خرش مرده. خدا میگه 100 سال از اون موقع گذشته. بعد به اذن خدا این خره دوباره زنده میشه. نشون دهنده بحث چیه؟ بحث زنده شدن دوباره مردگان. حالا یه حرف دیگه بهتون بزنم. میگه نمود محسوس‌تر از قدرت خداوند. چطوری نمود محسوس‌تر از قدرت خداوند رو احساس میکنیم؟ خوب دقت کنید. ببین بچه ها، میگه من این حرف رو میزنم. فرض کنید شما میرید از یه دونه سوپرمارکت، میرید میگه آقا من یه لیوان میخوام. این سخت داره یا یعنی اینکه لیوان داشته باشی بذار زمین پودرش بکنی بعد چسبا رو با هم بچسبونی دوباره لیوان بشه؟ کدوم سخت داره؟ دومی دیگه. به خاطر همینه که تو توی اشاره به نمونه ای از زنده شدن مردگان نمود محسوسی از قدرت خدا رو می‌بینی، یعنی نسبت به اون بالاییه که میشه آفرینش نخستین انسان سخت داره. به همین بابه که این زیر می‌بینی خداوند به هر کاری تواناست، توانایی خدا رو اینجا داری می‌بینی. نه تنها استخوان‌های آنها را به حالت اول در می‌آوریم،
بلکه سر انگشتان آنها رو نیز مجدداً خلق میکنیم. اینم توحید خالقیت داره و خدا به هر کاری تواناست. خب یه نکته اینجا بگم. پس اگر من ترکیب استخوان با انگشت داشتم، میشود زنده شدن مردگان. طلبت باشه بازم داریم از این چیزا. یه حرف دیگه هم اینجا بزنیم، یادتون باشه، سوتی ندید یادتون نره، اگر توانایی رو دیدید میشود زنده شدن مردگان، دانایی رو دید میشه پیداش نخواستی. سه اشاره به نظام مرگزندگی در طبیعت. جریان رایج در طبیعت، خدا چیا رو میفرسته؟ باد. تا کی رو برانگیزد؟ ابر. بعد ابر کجا میفرسته؟ سرزمین مرده. قیامت هم همین گونه است، بر اساس اراده الهیه. و اما قسمت پایانی درس، ضرورت معاد. اولیش لازمه حکمت خداست. میگیم خداوند هیچ کاری رو بیهوده و عبث ایجاد نمیکنه و پاسخ به تمام تمایلات و استعدادها و امیال و گرایش‌های ما رو طوری قرار داده که بهش پاسخ بدیم. اما به دو دلیل این دنیا نمیتونه این کار رو انجام بده. یک، میل به جاودانگی ما. دو، میل به کمالات نامحدود. یعنی چی؟ خوب نگاه کن. میگم آقا شما فرض بکن بر این قضیه که خدا مثلا به ما 1 کیلو اختیار میداد، 2 کیلو عقل میداد، برای چی این همه اختیار و عقل در اختیار ما قرار داده؟ برای چی این کارو کرده؟ اگر ما بیفتیم و بمیریم و این سرمایه ها و استعدادامون از بین بره چه اتفاقی میفته؟ اما خدا کار حکیمانه انجام نده دیگه، یعنی کارش باطل بوده. چرا؟ چون ما عقل و اختیارمون رو استفاده کردیم، تمام شد رفت دیگه. یعنی با مرگ ما استعدادها و سرمایه‌ها و توانایی‌های ما هدر میره، از بین میرود. آیه شماره 11 در باب همین قضیه است. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. معنیش آیا گمان کرده اید که شما را بیهوده خلق کردیم و به سمت ما بازگردانده نخواهید شد؟ آیا گمان که ما شما را بیهوده خلق کردیم و به سمت ما بازگردانده نمیشید؟ این آیه نشون دهنده آیه حکمت خداست، هدفمندی خداست. ببین اصلا ضرورت ما درسه حکمت خداست دیگه. بعد اینجا رو تو ببین، اینجا چی داری تو؟ خلقناکم، پس میشه توحید خالقیت. اینجا چی داری تو؟ عبسا داری، پس میشود هدفمندی نظام آفرینش. الینال ترجم، به سمت ما بازگردن نمیشی، میشه ضرورت معاد بر اساس حکمت خدا. این خیلی مهمه، خیلی زیاد. بعد بچه حواستون باشه، ما این تو استفهام انکاری هم میبینیم. برای اونه که ادبیات توش ضعیفه، استفهام انکاری یعنی سوالی که پاسخش مشخص. و اما قسمت پایانی ماجرا، معاد اقامه عدل خداوند، در واقع رسوندن انسان به استحقاق و عدم تحقق دنیا و رسیدن به لیاقت. یعنی چی؟ یعنی آقا من میگم انسان رو میخوام به استعدادهاش، به اون چیزی که لیاقتش داره برسونم، اما تو این دنیا نمیشه. چرا؟ به دو علت. یک، میگیم آقا خیلی از آدمها مثل شهدا قبل مرگشون به اون ثوابشون نمیرسن. دو، ظرفیت پاسخگویی وجود نداره. یعنی نسید اینقدر طرف گناه کرده نمیشه کاری انجام داد. آیه شماره 12 که آخرین آیه‌مون هم هست، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. معنیش آیا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مانند
بدکاران در زمین قرار می دهیم؟ آیا متقین مانند گناهکارانند؟ این نشون دهنده عدل خداست. حالا یه حرفی بهتون بزنم، چون تو اعتقاد به عدل داری، چون تو معتقد به عدلی، توی این قسمت من آمن بالله و یوم الاخر، چون این یوم الاخر وجود داره به عدل اعتقاد داری دیگه، نمیترسی نه نگرانی. پس یکی از دلایل این که تو هیچ نگرانی نداری وجود مقوله‌ای به اسم عدل. روال شد اینجا رو ببین، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین، نشون دهنده معاد دیگه، کدوم قسمتش؟ بحث عدل. و اما قسمت پایانی درس، انکار معاد. بچه ها این قسمت جزء قسمت های قطعی سوالات کنکورتونه. این سوال قطعی کنکوره، میاد، حتما میاد، اصلا شک نکن میاد، بلد باش. اولیش، کسایی که مست و مغرور نعمت بودن مصر گناهن. پس این مهمه، مست و مغرور مصر گناهان بزرگ. میگفتن اگر خاک بشیم، استخوان بشیم، دوباره برانگیخته میشیم. خاک بشیم، استخوان بشیم، برانگیخته خواهیم شد. دوباره کلمه استخوان رو تو اینجا داری میبینی، پس میای اینجا اینو یه هایلایت اینطوری میکنی، پس مینویسم استخوان بشویم یا خالی باشه یا خاک بشویم، چه اتفاقی میفته؟ این میشود منکر معاد. آقا چوش اینو چیه؟ سه بار کلمه استخوان در اقسام مختلف دیده میشه، استخوان پوسیده، استخوان انگشت، استخوان خاک. استخوان پوسیده میشه آفرینش نخستین، استخوان انگشت میشه زنده شدن مردگان، استخوان خاک میشه منکر معاد. حله. اما یه حرف دیگه میخوام بهت بزنم که این حرف خیلی مهمه، حائز اهمیت هم است. یک، تو اگر مست و مغرور باشی بر گناهان بزرگ اصرار میکنی. مست و مغرور بر گناهان بزرگ اصرار میکنی. دو، وای در آن روز بر کیا؟ تکذیب کنندگان. کسی روز جزا رو انکار میکنه که متجاوز و گناهکاره. حرف قشنگتر بعدی، دو، متجاوز و گناهکار میشود کی؟ تکذیب کننده قیامت. اینم خیلی مهمه، بعد حواست باشه. این مست و مغرور درباره استخوان صحبت میکنه ها، نه این مهمه. و سه، او میخواهد در تمام زندگی عمرش بدون ترس از دادگاه قیامت دعا کنه. رتته فینیتو یک تا چهار ده و خیلی قشنگ درسنامه‌شو گفتیم، نکاتشو گفتیم. این دیگه به عشق کن دیگه چی میخوای؟ کلاً هم فکر کنم دو ساعت طول بکشه، یعنی چون یه رو بیام در دقیقه هم میخوایم تست بزنیم. اینه که میگن نکته و تست خیلی به من فشار میاد، یعنی وقت استراحت نداری، نانستاب باید حرف بزنی. ولی خوبیش چیه؟ مش میگم دانش آموز من تو دو ساعت میبینه. یه زمانی هم زورت نرسید میتونی توی در واقع مش گفتش سایت مهتا عضو باشی و ویدیوی آفلاینش رو چی ببینی. خیلی خوب، میریم سراغ پاسخ تستا. یک، تست کنکور 99، روایت معصومین، مردم توی این جهان چطوری هست؟ اناس و نیامون، نعمتهای حقیقی، لحیل حیوان، گلابی بازی در نریا. ممکن تست کنکور امسال باشه، مردم در آخرت چطوری هست؟ مردم تو آخرت چطوری هست؟ انتبهو، درسته؟ مردم توی آخرت انتبهو میشن، بیدار میشن. اینا بس حواست باشه. سه، تست خیلی قشنگیه، سه واقعا قشنگه، خوشم میاد از تست سه، چون خودم تر کردمش. اصلا اونایی که خودم رو تر میکنم، خودم رو دوست دارم. بچه ها اسم این آیه چی بود؟ آیه اعتقاد یک، هر کس به خدا روز آخرت ایمان بیاره نمیترسه نه نگرانه. چه ثمره ای داره؟ از مرگ نمیترسه؟ نه، شور داره، نشاط داره. چه پیامدی داره؟
آماده فداکاری میشه؟ نه، پنجره امید روشنه بهش باز میشه. پس جواب میشه 4. اما بدونید جواب گزینه شماره 1 دقیقاً میشود خود اعتقاد معاد مورد شماره 2، این میشود اعتقاد معاد مورد شماره 1. تفاوتشون رو پس حواست باش. نترسین از مرگ، آماده فداکاری برسه به مقام بالا در شجاعت برمیگه به این آیه. 4. کدام عبارت ثمره و نتیجه این که این دنیا دنیای بازیچه است، اون دنیا دنیاییه که دنیای حقیقیه رو بیان میکنه، ثمرش چیه؟ نه میترسی نه نگرانی. 4 میشه 1. تست شماره 8. کسی که باور دارد ما حاصل حیات دنیا الا لهبن و لعب، کدوم مورد پذیرفت کنکور 1400؟ کسی اینو میگه که قبول داره خدا ما رو تو قیامت جمع میکنه، یعنی روز قیامتی وجود دارد. 8 میشه 3. تست نوت 3 حفظی کتابتونه. در 6 ساعت پایان اندوهناک بر ما رقم میخوره، زمانی که یک بار راهی دیار فنا بشیم یا بیفتیم بمیریم. کنکور 1400، دلیل شور و نشاط فرد توی این آیه اعتقاد به چیه؟ اعتقاد به عدله. کدوم آیه درباره عدله؟ ام نجل متقین کل فجار. 10 میشه 3. تست شماره 13، کدام یک سبب میشود آثار و پیامد انکار معاد گریبان کسی که معاد قبول دارن بگیره؟ آنان به معاد اعتقاد دارن، نمیتونن ترس از مرگ؟ نه. چون میل به جاودانگی در جن دوچاری از نامیده میشن؟ نه. فرو رفتن در دنیا؟ نه. فرو رفتن در هوا و هوس و معبود قراردن دنیا. این درست. 13 میشه 4. 15. پاسخ به کسانی که میگویند ماهیا الا حیاتنا دنیا، تسه کنکور 99 بوده، نموتو و نوهیا میگن زندگی فقط ما میمیریم و زنده میشیم، پاسخ به این افراد چیه؟ فکر کردید شما رو بیهوده خلق کردن بعد به سمت ما بازگردون نمیشید؟ 15 میشه 1. بعد 21. سخن عزیر پیامبر پس از مشاهده اولاغ خود میدانم خدا به هر کاری تواناست، میشه بحث امکان معاد، اونم بحث آفرینش مجدد انسان. مهمه. 21 میشه 3. دلیل دلیل انکار، منکر معاد میخواد. مردیم و استخوان شدیم برانگیخته میشیم. کی بود؟ کسی بودش که مصر بر گناهان بزرگ بود و بر نعمتهای خدا غره شده بود. 23. تست فوق العاده قشنگه. کلید واژه دادم. استعداد دیدی، سرمایه دیدی، برمیگره به حکمت خداوند. کدوم آیه؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. نشون دهنده چیه؟ هدفدار بودن نظام آفرینش. پس 23 میشه 4. 25. کدوم یکی از سوالات به شدت مهمه؟ هدفمون از این زندگی چیه؟ چون اگر در واقع بشوف این رو از دست بدیم، ممکن است که سرمایه های زندگیمون رو از دست بدیم. 25 هم میشه 1. 26. دیدگاه پیامبران الهی، نه پیامبر ما، درباره مرگ چیه؟ گذرگاهی به سوی حیات برتر. تعریف پیامبران رو خواسته از آخرت، حیات برتر. زندگی راستین تعریف قرآنه. زندگی راستین تعریف قرآن. 27. بشارت الهی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ویژگی کدوم افراده؟ کسایی که به خدا و روز آخرت ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. 27 میشه 3. با کدام نگاه انکار مرگ می انجامد؟ با فررسیدن مرگ پرونده عمل انسان، درسته دیگه، پرونده عمل انسان بسته میشه. با چشم فرو بسند دنیا، پرونده زندگی دنیا از بین میره، اینه که باعث انکار مرگ میشه. بعد توی این قضیه کدوم بود تو اصل قرار میگیره؟ کدوم بود تو درست حساب قرار میگیره؟ ساحت انفکاک پذیر، یعنی اون قسمتی که تفکیک میشه. چی تفکیک میشه؟ جسم انسان. 29. قدم گذاشتن در راههایی که روز به روز بر سرگردانی انسان میافزاید معلول چیست؟ سرگردانی و یأس، عدم تفکر نکردن راجع به مرگ، یعنی اینکه تو نمیتونی به مرگ فکر نکنی. و چرا برخی از معتقدین دنیا رو معبود خود قرار میدن؟ نقص ایمان، نه اینکه ایمان ندارن.
از دیدگاه نبوی عظیم و شأن پیامبر دنیا چگونه است؟ پل گذرگاه، فقط دنیا به دنیای دیگر میروید و با مفارقت از این دنیا، یعنی از این دنیا میریم، چه اتفاق میفته؟ انتبهو میشیم، تازه بیدار میشیم. سی میشه دو. 31 از اون تست قشنگه که خیلی میتونه گیرتون بندازه. از دیدگاه خداپرستان واقعی کدوم دیدگاه دارم مرگ رو هولناک میدونم؟ ببین، آهان آه، ببین قشنگ چهار قسمتی که اول شبیه همه، دوتا این دوتا. گفتم هیه داره، یعنی اونی که منفیه، اونی که منکره، اینم منکر میخواد دیگه، یا سه یا چهار. تقابل حقیقت با گمان از روی ظن و خیالشون بود. علت انکار معادن بدون ترس دادگاه قیامت حاضر بشه. 31 میشه 3. 32 کدام عبارت بر ضرورت معاد استدلال کرده و این ضرورت دیشه در کدام که صفات خداست؟ بچه این درباره هدفمندی نظام آفرینش بود دیگه. خب این هدفمندی نظام آفرینش میشه ضرورت معاد بر اساس حکمت خدا. پس 32 میشه 1. تمایلات، گرایش های مختلف نشون دهنده ضرورت ما بحث حکمت خداست. کدوم گزینه؟ گزینه شماره 1. لاعبین داره، میشود بحث هدفمندی. اینا رو گفتیم. 39 تست خیلی قشنگیه. به گفته طفل جستی راه برخیز، به گفته انبیا از خواب برخیز، بحث وجود معاده، بحث قطعی بودن معاده. بچه یادتون باشه به گفته انبیا از خواب برخیز عقلی نیست، نقلی و اخباریه. کدوم آیه؟ لیجمعین نکم الا یومل قیامت. 39 هم میشه 2. 40 در برخورد با افرادی که جهان آخرت رو بعید میشمورن میگیم امکان معاد نمود محسوس تری از قدرت خداوند، هم اشاره به نمونه از نشان مردگانه. 40 میشه 3. 41 گفتیم. 42 مصرانه بر گناهان کبیره که غرق در نعمت دنیا شدن، کدوم استفهام انکاری به کار میبره؟ آهان، استخوان اونم استخوان داره. اینجاست که بهت اون نکته به درد میخوره. کیو میگه منکر معاد؟ اون چی میگفت؟ هنگامی که مردیم و استخوان شدیم برانگیخته میشیم. آهان، نواست باشیم. انسان منکر معاد که بینایت طلبه و میل به جاودانگی دارد، راه غفلت از مرگ، یعنی به مرگ فکر نمی کنه، فرافتن و گرداب آلودگی ها. 43 میشه 4. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همون نایی که متجاوز و گناهکارن. 44 میشه 3. تحقق وعده خدا، عدم تضییع حق. خدا حق کسی رو ضایع نمی کنه و انسان های مستحقق لیاقتشون، یعنی به لیاقتشون برسن، سرای واپسینه که نشون دهنده عدل خداست. 45 هم میشه 1. 46 خالی از تردید بودن خداوند از بحث معاد و صادق القول بودنش کجاست؟ خداوند شما را جمع میکنن در آن شکی نیست. 46 هم میشه 1. اینم گفتیم. و تست 50 غفلت از مرگ و غفلت از یاد آخرت. غفلت از مرگ میگیم منکر معادی که با وجود میل جاودانگی راه فراموشی در پیش میگیرد. یاد آخرت، معتقد معادی که بدون ایمان قلبی در هوا هوس غرق شده. خیلی خوب، بله، اینم از جلسه خفنه کلاس نکته و تستمون که 50 تا تست استاندارد خفن کنکوری آپدیت شناسنامه داره خفن، و تک تک گزینه رو بررسی کردیم، رد گزینه زدیم، آیات رو توی یک صفحه خلاصه کردیم، معانیش رو گفتیم، تک تک نکات رو گفتیم، متنم خلاصه داشتیم و همه رو گفتیم. جدا از این درسنامه خلاصه مشکیه که خیلی خوشگله، همه نکاتی که ممکنه تو رو گیج بکنه رو اینجا اووردیم، بررسی کردیم، توی کانال میذارم براتون، حتما استفاده کنید. و این کلاس هم جلسه اولش رایگانه، کسی اگر خواست از بقیه کلاس ها استفاده بکنه و ما در خدمتش باشیم، حتما تو کانال تلگرام که عضو باشید، کلاس رایگان، جزوه رایگان، کلاس شب امتحان، این تو دینی چاوشی، نه میتونی تو پیج اینستا با من در ارتباط باشی، مهدی آندرلاین چاوشی 97 که در واقع میشه گفتش که پیج اینستا من هست دیگه، نبود دیگه، شماره من 0938 0410 669. خیلی مخلصیم بچه ها،
جلسه اولم تموم شد. امیدوارم که کل اتفاقات خوب براتون تو این هفته بیفته. میبینمتون مخلصات.